با سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و کارآموزای عزیز، من زهرا نجفلو هستم، کارشناس ارشد عمران سازه و مدرس نرم افزارهای عمران و معماری. در این پروژه میخوایم مدل سازی، طراحی و تحلیل سازه مورد نظر که بتونی هست رو با همدیگه انجام بدیم. ابتدا یه نقشه معماری مورد نظر این سازه رو با همدیگه نگاه میکنیم که میبینیم پلان موقعیت، پلان همکف، مبلمان طبقات، نمای شمالی، نمای جنوبی و برش ها همه کامل آورده شده. اگه دقت کنیم فاصله آکس تا آکس هامون که همون ستون ها هستن، درز انقطاع هامون، راه پله، آسانسورمون و کدهای ارتفاعیمون همشون کامل نوشته شده. ما با استفاده از این نقشه که 7 طبقه هم هست و پروژه مورد نظری که قرار انجام بدیم 7 طبقه هست، میخوایم شروع کنیم بریم ایتپس و شکل یا مدل سازی این مورد رو به ایتپس القا بدیم. میایم ایتپس رو باز میکنیم. اگه نگاه کنید این صفحه ایتپس مورد نظر ما هست. این بالای قسمت داره به اسم هلپ. اگه برم توی قسمت هلپ و about ایتپس رو بزنم، تمامی مشخصات نرم افزار مورد نظر من که چه ورژنی هست و برای کدوم ویندوز مناسبه، مثلا 64 بیتی و تمامی اطلاعات مورد نظر رو اینجا به من داده. شروع میکنم میام نیو مدل رو میزنم، یعنی مدل جدیدم رو، و این صفحه برای من باز میشه. گزینه اول که Use Save User Default Setting هست، با مشخصات خود نرم افزار میاد استفاده میکنه و فراخوانی یک سری از داده ها رو به ما میکنه که این گزینه به کار ما نخواهد آمد. گزینه دوم، اگه ما یک فایلی داشته باشیم که فایل قبلی ما خودمون به نرم افزار اومدیم یک سری چیزها رو دستی وارد کردیم و یک فایل قبلی خودمون داشته باشیم و از داخل این مدل میخوایم مشخصات تعریف شده توی دیفاین رو فراخوانی کنیم، از گزینه دوم استفاده میکنیم که فعلا این گزینه هم به کارمون نمیاد. اما گزینه سوم که تمامی مشخصات آیین‌نامه، مشخصات مقاطع، واحدهای تعریف شده و همه چیز رو خودمون میایم دستی وارد میکنیم. گزینه اول در مورد واحد مورد نظری هست که ما میخوایم استفاده کنیم. واحد مورد نظر ما یا متریک SI هست یا متریک MKS هست که ما توی این پروژه میایم از متریک MKS استفاده میکنیم. ناحیه مورد نظر رو که میذاریم United States، چون که آیین‌نامه های ایران توی ایتپس نمیتونیم استفاده کنیم، حالا شباهت میدیم به آمریکا. و گزینه سوم که Steel Section Database هست، استاندارد مورد نظر برای مقاطع فولادی استفاده شده تو ایران مثل تیر آهن، ناودانی و غیره هستش که از استاندارد یورو استفاده میکنیم. و گزینه بعدی که برای فولادهای مورد نظرمون هست که گفتیم که توی آیین‌نامه تو ایران نمیتونیم توی ایتپس استفاده کنیم چون اصلا وجود نداره و همون شباهت به آمریکا داره و میذاریم توی آخرین ورژن مورد نظر که 366 هست. گزینه بعدی مربوط به آیین‌نامه بتونه که از آخرین ورژن مورد نظر باز هم استفاده میکنیم که 318.19 آخرین ورژن مورد نظر ما هست. اوکی میکنیم و الان یک صفحه جدید دوباره برای ما باز شد. این صفحه شامل 3 قسمت یا 3 بخش هست. اولین قسمت که Grid Dimension هستن، یعنی تعداد آکس ها توی جهت X و Y و فاصله بین آکس ها رو ما اینجا با همدیگه تعیین میکنیم. قسمت دوم در مورد Story Dimension ها هست که تعداد طبقات و ارتفاع طبقات مورد نظر رو اینجا مشخص می‌کنیم. و قسمت سوم که از استراکچورال آبجکتس هست، اگه نوع سقف‌های مورد نظر ما یکی از این موارد باشه ازش استفاده می‌کنیم. سقف مورد نظری هم که قرار ما اینجا کار کنیم تیرچه بلوک هست که داخل خود نرم افزار با هم دیگه تعریف می‌کنیم. ببین قسمت گرید دایمنشن که این قسمت ببینید گزینه اول در مورد یونیفرم گرید اسپیسینگ هست. این اول اگه تمامی فاصله آکس های ما توی نقشه یکی باشه از این گزینه استفاده می کنیم. اصولا هم همچین چیزی نیست. تمام آکس های ما یکی نیستش و فاصله ها خب متفاوت هستن با هم دیگه اگه دقت بکنیم.
و اما اینجا یه قسمتی داریم به اسم Specific Grade Label Option. اگه این رو باز کنم برای من اینکه آکس هامون در جهت Y از سمت left to right یا همون چپ به راست هستن یا right to left یا راست به چپ هستن و قسمت دوم در مورد قسمت Y هست که لیبل ما از پایین به بالا باشه و یا از بالا به پایین باشه. من میام دوباره این نقشه اتوکادم رو نگاه میکنم و اگه دقت کنیم در جهت X A من از سمت چپ به راست هست. پس این درسته، از سمت چپ به راست. و اما گزینه یک من، بازم میام توی این نقشه نگاه میکنم، از بالا به پایین اومده. و اما اینجا نوشته از پایین به بالا. پس میام گزینه از بالا به پایین رو انتخاب میکنم و اوکی میزنم. و اما شروع میکنیم با هم دیگه گزینه دوم کاستوم گرید اسپیسینگ رو انتخاب میکنیم به خاطر اینکه خودمون باید فاصله های مورد نظر رو بدیم. اما قبلش ما اینجا میتونیم تعداد، حالا اینکه گریدامون یا آکسامون چه اندازه بود، یعنی این ABC هامون، میبینیم که 4 تا در سمت جهت X و 4 تا در سمت Y. اینجا این اول میدیم که این قسمت بخوایم، بازم میتونیم دیلت یا اد بزنیم و اما اینجا بدیم خیلی بهتره. حالا باز من میام گزینه کاستوم گرید اسپیسینگ رو انتخاب میکنم و 4 بودن دوتاشون، همین 4 رو میذارم و میرم قسمت ادیت گرید دیتا. توی این قسمت اگه نگاه کنیم این گرید سیستم نیم اسم گریدمونه که خودمون حالا گذاشتیم G8، خودش داده. و ما توی این قسمت rectangular grade که خیلی برای من مهمه، اگه نگاه کنید دوتا گزینه هست. یکی گزینه دیتا از ordinate هست و یکی دیتا از spacing هست. اگه از ordinate رو انتخاب کنید میاد از مبدأ مختصات برای من فاصله هر کدوم از اینها رو استفاده یا کار میکنه. یعنی فاصله از A تا B، A تا C، A تا D. و این خب برای ما یه مقدار مشکل میشه، اما گزینه دوم فاصله بین آکس تا آکس هامون هست. پس این گزینه رو انتخاب میکنم و به ترتیب میام دونه دونه بنویسم. از قسمت A، ببینید این قسمت شروع میکنم. از قسمت A تا B 5، B تا C 5 و C تا D 487 هست. اینا رو دونه دونه وارد میکنم. 5 5 487. یه قسمت هم اگه نگاه کنید پیشنمایید یا پیشفرضش رو به من میده. بله درسته. و دیتا، حالا ای هم که ندارم، همون صفر این رو میذاریم، باقی میمونه. قسمت بعد در مورد ایگرگ ها هست که ایگرگ هم این همینه، منتها فقط باید دقت کنیم که اینجا چون از 1 به 2 تا 1 2 3 4 هست، به ترتیب این باید بریم. پس شماره اول رو صفر میدیم، به ترتیب میخوام شروع کنم. 2 و 68 4 و 70، این صفر، این میشه 2 و 67 4 ممیزه 70، این بعدی هم نگاه کنید آکس به آکس اینا 5 داده، 4 ممیز 70 و 5. خب این الان شکل مورد نظر ما شد. اگر ما اینجا دقت کنیم این بابل ها یا حباب ها خیلی داخل همدیگه رفتن یا خیلی بزرگ هستن. اگه من بخوام سایز این بابل ها رو تغییر بدم به این قسمت بابل سایز، مثلا این رو بذارم 800، قابل قبول باشه برای من. و نگاه میکنم که ببینم ایرادی نداشته باشه و تمام. اگه بخوام اضافه یا کم بکنم، اینجا شروع میکنم با اد زدن یا دیلیت زدن، میتونم یک گرید اضافه کنم، کم بکنم. این قسمت ها رو به ترتیب نگاه کنیم، این قسمت های بابل لاک هستش که حباب های استفاده شده تو کجا قرار داره، قسمت های ویزیبل که یس یا نو اگه بزنیم گرید های مورد نظر رو نشون میده. مثلا اگه اینو نو بزنیم این بالا رو نگاه کنیم، گرید مورد نظر رو برام حذف میکنه. همون یس میزنیم، باقی میمونه و اوکی رو میزنیم. حالا میریم توی قسمت استوری دایمنشن، اینکه تعداد طبقات ما چه اندازه باشه.
گفتیم ساختمون ما 7 طبقه است، اما اگه 7 طبقه باشه 100% یه خرپشته ای هم داره. خرپشته هم به عنوان طبقه محسوب میشه و من تعداد طبقه رو اینجا 8 می نویسم. دومی نوشته استوری ها یا همون ارتفاع هر طبقه چقدر باشه. ارتفاع طبقات ما مورد نظر رو بازم میام توی این نقشه نگاه میکنم. فقط خیلی مهمه که اینجا حتما توجه کنیم فاصله روی زمین تا سقف حساب میشه، روی زمین تا گوشه سقف کامل محاسبه میشه. طبقه اول یا همون همکفم که پارکینگم هست 2.70 حساب شده و هر طبقه هم 3.20 اینجا کامل گذاشتیم حساب شده. پس 3.20 این قسمت میشه و پایین ترین قسمت که با هم دیدیم یا هم طبقه همکفم که پارکینگم هست 2.70 حساب میشه. میام این قسمت کاستوم استوری دیتا و شروع میکنم به ادیت استوری دیتا. یه همچین گزینه‌ای برای من باز میشه، یک همچین صفحه‌ای برای من باز میشه. استوری 8 من گفتیم خرپشته بود. اینو بلافاصله اسمش رو عوض میکنم و مینویسم استی روم. ارتفاع خرپشتمون همونطور که میدونیم 2.80 هستش. این رو میدیم 2.80. و اگه الان نگاه کنیم ارتفاع کل ساختمون من شده 24.7. یه بار دیگه میام نقشه اتوکدم رو چک میکنم تا ببینم که ارتفاع من 24.70 هست، آخرین ارتفاع هم میبینم بله هستش. پس تمام کاری که توی ایتپس انجام دادم درست هست. طبقه بعدی که طبقه بام یا همون استوری 7 هست، چون از نظر بارگذاری یک مقدار متفاوت میشه، این طبقه استوری 7 هم به روف من تغییر میدم. اوکی هستش تا اینجا. یکی از طبقات رو ما اینجا میایم به عنوان طبقه مستر در نظر میگیریم. یعنی چی؟ یعنی اون طبقه به عنوان طبقه اصلی هست و بقیه طبقات رو میایم به اون شباهت میدیم. من میام طبقه استیومم رو حالت نو میذارم و طبقه اولم رو یس میذارم که همه رو شباهت قراره بدم. یعنی طبقه هامون همشون شبیه همدیگه هستن و قرار من شباهت بدم به همدیگه. اینو یس میزنم و توی قسمت سیمیلر تو همه رو شباهت میدم به استوری 1. جلوتر که بریم در این مورد خیلی بیشتر قرار صحبت بکنیم. فقط حواسمون باشه بجز استیروم همه رو شباهت میدیم، چون استیروم به عنوان یک طبقه خالص حساب نمیشه و طبقه 7 هم که روف گذاشتیم چون یک مقدار ممکنه از نظر بارگذاری یک مقدار متفاوت هست، ولی خب همشون یک تیپ هستن دیگه، به خاطر همون همه رو سیمیلر کردیم. و توی این قسمت میتونیم بیایم رنگ ها رو مشخص کنیم. چیز خیلی عجیبی این قسمت نداره و من اوکی رو میزنم. شروع میکنم گفتم صفحه مورد نظرمونم که خودمون بعدا تعیین میکنیم. اوکی میکنم و اگه دقت کنم شبیه سازی کامل این نقشه به من داده شد. فقط توجه کنید رنگ مورد نظری که اینجا داره استفاده میشه پس زمینه ما سفید هست، ممکنه به چشمتون خیلی آسیب بزنه و ما اصولا سعی میکنیم این پس زمینه رو مشکی میکنیم. بهتره که بیایم توی گزینه آپشن و این قسمت گرافیک کالرز یه قسمت داریم دیسپلی. اگه اینجا رو با هم دیگه نگاه کنیم یه قسمت هست وایت بک‌گراند. این وایت بک‌گراند رو میذارم روی بلک بک‌گراند. اوکیش میکنم و صفحه مورد نظر من سیاه میشه و من راحت تر میتونم مدل سازیم رو انجام بدم تا چشمم اذیت نشه. و حتما یادتون باشه که بلافاصله بعد از هر کاری که انجام دادین از فایل سیو از فایل مورد نظرتون رو سیف کنید. حالا مثلا من این رو اسمش رو میذارم استوری 7 و اوکی یا سیفش میکنم. خب به پایان درس اولمون از فصل اول رسیدیم. با سلام و خسته نباشید خدمت کارآموزای عزیزم. با جلسه دوم از سازه‌های بتونی با ایتپس در خدمت شما هستیم. جلسه پیش اومدیم و از روی اتوکد مورد نظرمون مدل سازی مورد نظر رو انجام دادیم.
چند تا نکته هست که من اینجا اول از همه باید بهتون بگم. یکیش این قسمت پایین هست که نوشته One Story، All Stories و Similar Stories. One Story یعنی من هر تغییراتی رو روی یک طبقه انجام بدم فقط روی اون طبقه انجام میشه. All Story یعنی من هر تغییراتی رو روی یک طبقه انجام بدم روی تمامی طبقات اعمال میشه. و Similar Story مربوط به جلسه پیش بود که طبقه مورد نظرمون رو مستر کردیم، یعنی اگه من بخوام روی این طبقه یک تغییراتی انجام بدم، طبقه هایی که مستر شدن، سیمیلر شدن نسبت به این طبقه، تغییرات مورد نظر اونجا هم انجام میشه. این قسمت مدل اکسپلور هست، میتونم اینو حذفش کنم که اگه بخوام به هر دلیل نیاز داشتم میتونم بیام توی قسمت آپشن شو مدل اکسپلور رو بزنم، دوباره این صفحه برای من باز میشه. کاملا مثل اتوکد هسته، شما میتونید با قلتک موس، اگه قلتک موس رو جلو و عقب ببرید صفحه مورد نظرتون زوم میشه، اگه قلتک موس رو نگه دارید و تکون بدید صفحه مورد نظرمون پن میشه. با کلیک کردن روی هر کدوم از اینها ببینید این یک حالت آبی پیدا میکنه، یعنی توی اون قسمت از صفحه هستیم. این بالا رو نگاه کنین، 3D داره، پلان داره، الیویشن داره. پلنمون که به این حالت هستش میبینی، و اگه من اینجا اگه انتخاب کنم این قسمت یه بالا پایین داره، موو آپ داره، اگه به ترتیب بزنم میتونه بره طبقات بالا و پایین من. مثلا الان رفتیم توی طبقه استوری وان، یعنی طبقه یک، و حالت الیویشن دارم که میتونه به من کتهای ارتفاعیم رو نشون بده، مثلا میخوام توی دی آکس دی باشم و من ارتفاعم رو نشون میده. حالت 3D هم که حالت سه‌بعدی هست که کامل به من تغییرات مورد نظر رو نشون میده. خب میخوام هم دیگه شروع کنیم. اول اصلا آکس بندیمون رو بکنیم، یعنی ستونهای مورد نظرمون رو بکشیم. میام توی این قسمت پلن قرار میگیرم و حالت استوری وان میذارم. این رو میارم حتما میذارم توی حالت سیمیلر استوریز، چون 100% هر ستونی که دارم توی طبقات دیگه هم این همون هست. اینجا یه گزینه ای هست به اسم Quick Draw Column. من میتونم از منوی Draw هم اینها رو انتخاب بکنم. اما این قسمت کوتاه شده منوی Draw هست. از همینجا شروع میکنیم با هم دیگه بکشیدن. این قسمت رو نگاه کنین که نوشته Quick Draw Column. این رو انتخاب میکنم. اینجا حالت‌های مختلف داره. اینجا پروپرتی داره که نوع مورد نظر رو تعیین می‌کنه. من می‌ذارم همون حالت پیش‌فرض خودش می‌مونه. و این قسمتی هم داره به اسم Moment Reels. ببینید من توی این قسمت اگه حالت Continuous بذارم، یعنی اتصالم حتما به حالت صلب هستش، یعنی ستونم اتصالش حتما باید به صورت صلب باشه. اما اگه بیام حالت پینت بذارم، اتصالم به صورت مفصلیه که بیشتر توی تیرهای فولادی این اتفاق میفته. توی قسمت پلان آفست ایکس ایگرگ، مثلا من اگه بخوام ستونم رو اینجا قرار بگم، بر حسب میلیمتر 10 میلیمتر 100 میلیمتر میتونه به سمت راست و چپ قرارش بده. مثلا همه اینا رو میذارم توی حالت پیش‌فرض میمونه و شروع میکنم به کشیدن ستون مورد نظرم. این تقاطع رو انتخاب میکنم و کلیک میکنم. همونطور که میبینید تمامی طبقاتم ستونم شروع به کشیدن میکنه. به همین ترتیب ادامه میدم. ببینید یک مقدار بالا شد. برای اینکه بخوام برگردم حالت قبلم یک کنترل زد بزنم برمیگرده. دوباره میام توی این قسمت انتخاب میکنم. تقاطعهای مورد نظرم انتخاب میکنم. سعی کنید زوم کنید که حتما این بالا پایین نشه و سازتون خراب نشه. و همین ترتیب شروع میکنم به کشیدن ستونهای مورد نظرم. شروع میکنم حالا به کشیدن و طبقات 1 تا 7 من کشیده میشه. خیلی خوب. اما من یه طبقه هم دارم به اسم طبقه استیرومم. استیرومم رو اگه برم میتونم بیام تو این حالت پلنم، قسمت استیرومم اوکیش کنم. این رو میذارم توی حالت وان استوری. 4 تا هم این قسمت خواهم داشت. اگه بیام تو قسمت اتوکدم رو نگاه کنم، بین آکس سی و دی بود راه پله و آسانسور من، پس خرپشتم هم هست درصد اون قسمت خواهد بود. شروع میکنم 4 تا هم به این ستون مورد نظر رو اعمال میکنم. خب این از ستون گذاریم. حالا میخوایم با هم دیگه شروع کنیم بریم دوباره طبقه اولمون، یعنی تو حالت پلن میرم تو حالت استوری وانم و تیر بکشیم.
نوع تیرهامون دو نوع هست. ببین اگه مورد اول رو من انتخاب بکنم، میتونم نقطه اول نقطه دوم رو بزنم و بکشم. به این هم دست نمیزنیم، میذاریم حالت پیش فرضش باقی بمونه. ببین اصلا نقطه اول رو انتخاب میکنه با نقطه دوم و برام میکشه. اگه بخوام از دستورم خارج شم، اینجا یه گزینه هست به اسم سلکت آبجکت، یا اینکه کلید اسکیپ رو فشار بدم از دستورم خارج میشم. و اما چون ما تمامی تیرهامون اگه میبینین تو حالت دو نقطه‌ای هست، در صورتی که وقتی که تیرهامون حالت مورب باشه، زوزنقه باشه، میایم از این گزینه دراویم استفاده میکنیم. اما این حالت کویک درو داریم، شروع میکنم این هم میذارم حالت پیش فرض بمونه و کلیک میکنم و شروع میکنم به کشیدن تیرهای مورد نظرم. اما یه ایرادی اینجا داشت اگه دقت کنید. من اینو حالت وان استوری گذاشته بودم. شروع میکنم به کنترل زد زدن، یعنی برگشت، این رو میذارم توی حالت سیمیلر استوریز و شروع میکنم به کشیدن بیم ها یا تیرها. همونطور که میبینید تمامی طبقات من شروع به کشیدن میکنم. به همین ترتیب تیرهای مورد نظر من کشیده شد. میرم توی طبقه استیروم هم حالت وان استوری قرار میدم و تیر مورد نظرم رو میکشم. دوباره برمیگردم توی حالت استوری وانم، اینم میذارم توی حالت سیمیلر که قاطی نکنم. میخوام شروع کنم به کشیدن سقف مورد نظرم. ببینید من اگه بیام شروع کنم، سه مدل حالت کشیدن سقف است. اولین نقطه که ما پوینتی انتخاب میکنیم، یعنی چی؟ یعنی نقطه به نقطه انتخاب میکنیم نوع سقف مورد نظر ما. تیشه بلو که اصلا در ادامه میایم با هم دیگه تعریف میکنیم. اینو حالا میذارم مثلا حالت دک، فرقی نداره. حالا شروع میکنم میذارم تو حالت دک، میذارم حالت پیش فرضش باقی میمونه. ببینید پوینت به پوینت شروع میکنم به کشیدن این پوینت، پوینت دوم، پوینت سوم و پوینت آخر. سقف مورد نظرم رو میکشه. راست کلیک میکنم، از دستور خارج میشه، اما میتونید دوباره با این دستور شروع به کشیدن کنید. ببینید دک مورد نظر من رو کشید، اما سقف مورد نظرم رو کشید. حالت دوم، حالتی که به صورت قطری انتخاب میکنه، بازم میذارم حالت پیش فرضش میمونه. ببینید حالت قطری انتخاب میکنه، میتونم قطری انتخاب کنم و به این شکل میکشه. حالت سومم که اگه نگاه کنید حالت کویک هست، یعنی چی؟ محدوده چهار طرف، اگه محدوده من مشخص باشه که اینجا هست، با یه کلیک کردن سقف مورد نظر من رو میکشه. حتما دقت کنید که این آکس هم خرپشتمون بود و هم آسانسور راه پلمون بود. آسانسور راه پله من 100% بازشو هستن، یعنی سقف ندارم. من شروع میکنم به کشیدن اینا، میرم توی طبقه استیرومم هم این رو میکشم که ایرادی ایجاد نشه. بعد میام توی حالت استوری وانم. خب ببینید من توی اتوکدم این نقشه کامل هست. این قسمت ها حالت بازشو داره دیگه، حالت آسانسور و راه پله، اما با این فیلتر من حالت بسته داره. اگه دقت بکنید 2 متر آسانسورم از این قسمت آکسم کشیده شده به این سمت، یعنی به سمت چپ، و از این آکس 1.80 اومده پایین. باید یک نقطه های اینجا ایجاد کنم و شروع به کشیدن آکس هام کنم. میام توی ایتپسم و میام توی گزینه درو، یه دونه قسمت دارم به اسم Draw Reference Point. این قسمت رو میزنم. ببینید این قسمت برای من مشخص میکنه که من میخوام نقطه مورد نظری که بدم به کدوم سمت باشه. همونطور که گفتم به سمت چپ و پایین از این آکسم خواهد بود. پس هر دوتاشون منفی میگیرن. حتما دقت کنید واحد مورد نظر اینجا میلیمتر هست و اونجا ما به حسب متر بود که گذاشته بودیم. حالا مثلا من ایکسم که 2 بود رو به حسب میلیمتر میذارم 2000، اما باید چون میره سمت چپ منفی 2000 بذارم. ببین اگه این نقطه کلیک کنم، نقطه مورد نظرم رو اینجا برام کشید. نقطه بعدیمون 1.80 بود که اومده بود به سمت پایین، میشه منهای 1800. دوباره از این آکس من شروع کنم بکشم، نقطه بعدیم رو این قسمت کشید و حالا میام 2000 رو صفر میدم تا نقطه سومم هم اینجا، یعنی ایگرگم مشخص بشه. اینم منهای 1800.
میبندم و شروع میکنم به کشیدن تیر مورد نظرم کامل. این از اینجا و اینم این قسمت. اسکیپ رو میزنم. بچه همونطور که میدونین این تیر نمیتونه معلق باشه. 100% باید به تیر بعدی متصل بشه. برای متصل شدنش این رو انتخاب میکنم. این تیرم انتخاب میکنم. یک نقطه هم باید حتما انتخاب کنم. یعنی نقطه‌ای که قرار ادامه دار باشه. میام توی قسمت ادیت و یه قسمتی داریم Align Joint Frame. میام این رو میزنم حالت Extend Frame. اوکی میکنم و اگه یه دقت بکنید این تیر به یکی تیرم متصل شد. همونطور که میدونیم ما این قسمت باید یک سقف قرار بدیم دیگه. من میام شروع میکنم همون حالت قطری رو انتخاب میکنم دکه و من این رو میکشم. اما همونطور که بهتون گفتم قسمت آسانسور و راه پلن به صورت بازشو هستن. میان بازن سقف رو انتخاب میکنم با این تفاوت که این قسمت رو من اوپنینگ میدم. یعنی حالت بازشو باشه. به این ترتیب شروع میکنم به کشیدن. و اگه اینجا هم دقت کنید کامل برای ما نشون میده. حالت سلکت بزنم که از دستورم خارج بشم. کامل اگه اینجا دقت کنید اینجا هم برامون کشیده. اینجا یه گزینه‌ای داریم اسم روتیت 3D. میتونم این رو روتیت بدم که کامل بتونم ببینم. با سلام و خسته نباشید خدمت کارآموزای عزیز، با جلسه سوم سازه بتونی با ایتفز در خدمت شما هستم. یه چند تا نکته این قسمت مون که باید با هم دیگه شروع کنیم و این نکته ها رو انجام بدیم. اول اینکه توی این قسمت 100% ما دال خواهیم داشت. و من شروع میکنم به پوینت دادن توی این قسمت. میام از قسمت draw reference point 1.20 از اینجا دال میدم. چون سمت ایگرگه و به سمت پایینه پس می‌نویسم منهای 1200 میزنم و شروع میکنم به پوینت دادن از تمامی این نقاط. بعد از اینکه تمام شد کارم شروع میکنم به کشیدن تیرهای مورد نظرم. دوباره میذارم تو حالت پیش‌فرض باقی میمونه. بیام این پوینت ترتیب بکشم. ببینید من اگه راست کلیک کنم از دستور مورد نظر خارج شده اما روی اون دستور مورد نظر هنوز قرار داره. میتونم بدون اینکه اون رو انتخاب کنم راست کلیک کنم و شروع به کشیدن بکنم و راست کلیک کنم. حالا میخوام شروع کنم به سقف دادن. این همونجا حالت سیمیلر استوری بازم باقی میمونه. شروع میکنم به سقف دادن تو حالت همون اوپنینگ نمیذارم بمونه. حالت دک میذارم. هیچ فرض قبلی بود. خودش میمونه. از این قسمت تا این قسمت میکشم. به همین ترتیب شروع به کشیدن میکنم. و همونطور که میبینیم سقف مورد نظر برای دال مورد نظر من هم کشیده شد. حالا میخوایم با هم دیگه شروع کنیم به ترسیم دیوار برشی مورد نظر. اولا من این نقشه اتوکد رو میارم. همونطور که میبینی پنجرهامون این سمت قرار داره. پس دیوار برشی من به هیچ عنوان قرار نمیگیره توی این قسمت ها. پس دیوار برشی من این سمت قرار میگیره و من میام قرار میدم بین این راه پله و آسانسور و این قسمت. برای قرار دادن دیوار برشی از دو تا دستور مورد نظر داریم. این قسمت و این قسمت میتونیم استفاده کنیم. یکیش کویک هست و یکی دراوول هست. حالا من شروع میکنم از کویک استفاده میکنم. این رو میذارم همه حالت پیش‌فرضش میمونه. فقط حتما اینجا توجه داشته باشیم که این حتما توی حالت وال باید قرار بگیره چون دیوار برشی هست. حالتهای مختلف داره. پیر داره. استندل داره. که متفاوته برای هر کدوم یک نوع متفاوتی هست. حالا پیر باشه استندل باشه کاری نداریم که حالت پیر میذاریم باقی میمونه و شروع میکنم به قرار دادن دیوار برشیم توی این قسمت. و اما یک نکته دیگه ای هم که اینجا برای ما قابل توجه هست. من بیام این قسمت و بهتون بیام توی حالت 3D اسکیپ رو بزنم که از دستور مورد نظرم حتما خارج بشه.
میام توی آکس دیم. دلیلش هم اینه که بچه ها نگاه کنین، 100% ما وقتی که تو راه پله کد پاگرد قرار میگیره باید یه ترسیم تیری توی قسمت ارتفاعی پاگردمون قرار بگیره، و چون اینجا پله های رفت و برگشتیمون با هم دیگه برابر بودن، اینجا نگاه کنید برابر هستن، پس با هم دیگه نصف میشن. میام توی قسمت ایتپسم، اینو روی الیویشن قرار میدم و تو آکس دی مورد نظرم میرم، تو آکس دیم قرار داشت دیگه راه پلم. ببینید طبقه اولمون یا طبقه همکفمون ارتفاعش 2.70 بود همونطور که هممون میدونستیم، یعنی خودمونم توی ایتپس اون رو اعمال کردیم. میام این رو انتخاب میکنم اما میذارم توی حالت وان استوری، اسکیپ رو میزنم تو حالت وان استوری قرار میدم و این تیر مورد نظرم رو انتخاب میکنم. 2.7 بود ارتفاع طبقه مورد نظرم، اگه تقسیم بر 2 کنم میشه 1.35. میام از قسمت ادیت توی قسمت موو جوینت، این قسمت رو اگه نگاه کنی میخوام موو کنمش، میام توی قسمت زدم، قسمت زدم دیگه میخواد بیاد به سمت پایین و ارتفاع من هست، و چون به سمت پایین میاد میشه منهای 1.35. 2.7 رو تقسیم بر 2 کردیم شد 1.35، و 1.35 مورد نظرم چون به سمت پایین هست میزنیم منهای 1.35 بر حسب مترم هست اگه اینجا دقت کنید. اوکی رو میزنم و ببینید تیر مورد نظر من اینجا قرار گرفت. میام دوباره حالت سلکت میکنم و طبقات بعدی من همشون 3.20 قرار داشتن، اگه همه رو تقسیم بر 2 کنیم میشن 1.6. میام شروع میکنم به انتخاب تک تک این تیرهای مورد نظرم و هم میرم دوباره توی قسمت ادیت موو جوینت و اینجا بهش منهای 1.60 رو میدم. پیش میکنم همه اینا موو شدن این قسمت. میام توی حالت سیمیلر استوریم حتما قرار میدم و حالا این تیرهایی که موو شدن این قسمت رو شروع میکنم به کشیدن این تیرها. میذارم حالت پیش فرض باقی میمونه. از اینجا تا اینجا اگه انتخاب کنم به ترتیب تمامی طبقاتم کشیده میشه. اسکیپ رو میزنم، این رو نذاشتم حالت سیمیلر. حالا میذارم سیمیلر استوری، دوباره شروع میکنم به کشیدن تیر مورد نظرم. تا اینجا بزنم تمامی طبقاتم کشیده خواهد شد. به پایان جلسه سوم و فصل اول ایتپس مورد نظرمون رسیدیم. با سلام و خسته نباشید خدمت کارآموزهای عزیز، با فصل دوم از ایتپس با سازه‌های بتونی در خدمت شما هستیم. توی این فصل اولین چیزی که لازم داریم بدونیم تعریف مصالح مورد نظر هست، یعنی چه مصالحی رو قراره با هم دیگه استفاده کنیم. توی پاورپوینت اینها رو براتون آوردم. اولین کاری که میکنم بتون مورد نظرم رو تعریف میکنم. بتون مورد استفاده شده من توی این پروژه بتون با مقاومت فشاری 240 هست و نمونمونم به صورت نمونه استوانه‌ای هست. بیشتر مقاومت های 210 و 240 توی ایران استفاده میشه. وزن یا جرم مورد نظر که اعدادها یکی هست استفاده می کنیم 2500 کیلوگرم فورس بر متر مکعب هست. ممکنه اینجا برای شما سوال پیش بیاد که C240 هست، چرا بذارید به جای 2400 ما 2500 اومدیم اینجا استفاده کردیم؟ جوابمون اینه که چون ما وزن بتونمون با میلگرد حساب میشه، یعنی بتون آرمه هست، ما میایم وزن میلگرد هم به این اضافه می کنیم. مورد بعدی در مورد مدل الاستیسیته بتون هست که 2.5×10^5 کیلوگرم فورس بر سانتی متر مربع و به ترتیب به واحدهای دیگه تعریف کردیم، به خاطر اینکه وقتی که توی ایتپس داریم کار رو انجام میدیم حتما باید به گزینه روبروی اون نگاه کنیم که ببینیم بر اساس چه واحدی ما این رو باید اونجا قرار بدیم. مورد بعدی در مورد نسبت پواسون هست که 0.15 در نظر میگیریم. مورد بعدی در مورد مدل برشی هست که این به صورت پیش‌فرض توی خود نرم افزار محاسبه میشه، اما من فرمول این رو اینجا آوردم براتون که با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم عددهایی که گذاشتیم درسته که مدل برشی من این رو به دست آورده
مورد بعدی هم در مورد مقاومت فشاری بتونمان هست که هم مقاومت نمونه استوانه‌ای بتونمان قرار داره. و اما ما باید بیایم یه بتون با وزن صفر هم تعریف کنیم. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه ما سقف رو می‌خوایم به صورت دستی خودمون وارد کنیم. اینه همین بتون با مقاومت Z240 هست، اما با این تفاوت که ما وزن رو یا جرم رو صفر قرار میدیم. مورد بعدی در مورد تعریف به میلگرد ها هست. میلگرد های استفاده شده توی ساختمان های بتونی دو نوع هست، یکی تیپ 3 و یکی تیپ 2. میلگرد تیپ 3 که با A 3 تا L یا همون 3 تا 1 نشون میدیم، و این میلگرد ها خیلی مهمه که بدونیم این میلگرد ها میلگرد های طولی من هستن و توی میلگرد های سراسری ستون، تیر و تقویتی استفاده میشه. وزن مورد نظر و جرمشون 7850 کیلوگرم فورس بر متر مکعب هست. مدل الاستیسیتش اینجا آورده شده. FY در مورد تنش یا مقاومت یا تنش جاری شده هست و FU در مورد مقاومت یا تنش گسیخته شده هست. میلگرد نوع دوم که تیپ دومون هست و میلگرد های ارزی ما هستن، مثل خاموت ها ازش استفاده میشه. وزنش دوباره 7850 کیلوگرم فورس بر متر مکعب هست و به ترتیب مدل الاستیسیته، تنش جاری شده و گسیخته تعریف شده. حالا از این قسمت در میایم میریم توی نرم افزار ایتفسمون. توی نرم افزار ایتفسمون برای تعیین مصالح مورد نظرمون میریم توی منوی دیفاین و قسمت متریال پروپرتیز. اینجا ببینیم چند تا گزینه هست. اگه من دست راستم رو اینجا نگاه کنم، یک گزینه دارم Add New Material هست که با زدن این گزینه من میتونم متریال جدید مورد نظرم رو تعریف کنم. Add Copy of Material هست که میتونم از متریال مورد نظرم کپی بگیرم. و Modify Show Material هست که میتونم متریال مورد نظرم رو اینجا ویرایش بکنم. با توجه به اینکه PSI یعنی پوند بر اینچ مربع برای فشار استفاده میشه و واحد فشار یا تنش هست، به این ترتیب شروع میکنم و این رو مودیفای میکنم. بتون مورد مصرفی من C240 بود. C240 اینجا وارد میکنم. متریال تایپ یا همون نوع متریال من چون بتون هست، همون کنکریت رو انتخاب میکنم. نوع بعدی در مورد این که بتون مورد نظر من همسانگرد هست یا غیر همسانگرد. مصالح همسانگرد به مصالحی میگن توی همه جهت ها مقاومت های مشخصه مکانیکی مثل مدول الاستیسیته، نسبت پواسون و غیره همشون یکی باشه. و اما مصالح بعدی که در مورد ارزوتروپیک هست، یعنی هر جهت مقاومت های مشخصه های مکانیکی مثل مدول الاستیسیته و نسبت پواسون و غیره متفاوت باشه. مورد بعدی در مورد رنگ های مورد نظر هست که میخوام رنگ مورد نظرم را چی قرار بدم. اما قبلش این رو حتما باید بدونیم که بتون جزو مصالح ایزوتروپیک هست. این رو همون حالت ایزوتروپیک انتخاب میکنم. مورد بعدی که در مورد Material Weight and Mass هست، یعنی اینجا جرم یا وزن متریال مورد نظرم رو میگیم. من این روی گزینه همین متریال وی کلیک میکنم. اگه روی متریال وی کلیک کنید، متریال مستون غیر فعال میشه و اگه روی مست کلیک کنید، ویتون متفاوت میشه. میرم توی حالت وی و نگاه میکنم ببینم که من وزن این رو چی داده بودم. وزن این رو من داده بودم 2500 کیلوگرم فورس بر متر مکعب. اگه اینجا یک کلیک کنم، مستم هم دوباره تغییر میکنه. مدل الاستیسیته من واحد روبرو رو نگاه میکنم، میبینم بر حسب کیلوگرم فورس بر میلیمتر مربع هست. میام توی این قسمت و میبینم بر حسب میلیمتر مربع این قسمت هست 2.5×10³. این رو مینویسم 2.5×10³ رو با ای نشون میدیم. ای 3 نسبت پواسون مورد نظرم که 15 صدم هست. و این مورد در مورد ضریب حرارتی هست که ما اینجا اصلا صحبتی یا ساختمون مورد نظرمون در مورد حرارتی نیست، کاری ندارم و میذارم تو حالت خودش باقی بمونه. اما اگه اینجا رو نگاه کنیم در مورد مدل برشی، ببینید این عدد رو خود نرم افزار محاسبه کرده. همطور که ببینید اینجا یه اعشاری هم داره و من اینجا که محاسبه کردم، میبینید که من اینو روند کردم، حالت 87 گذاشتم و میبینیم که بله، این همون عدد مورد نظر من هستش.
میام توی قسمت مودیفای شو متریال پروپرتی، توی این قسمت نگاه میکنم که مینویسم بله CD240 هست، درست انجام دادیم. و اینجا باید در مورد لایت ویت کنکریت اشاره کنم که لایت ویت کنکریت در مورد بتون‌ها با وزن سبک هستش که این گزینه استفاده نمی‌کنیم. و این قسمت در مورد FSC مورد نظرمون هست که بر حسب میلیمتر مربع هست. یه بار دیگه اگه نگاه کنیم FSC مورد نظرمون 2.4 هست.